درود به شما بینندگان گرامی تلویزیون برابری و با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان در هر کجا که هستید. جمهوری اسلامی، مقامات و رسانه های آن متبحرند در وارون جلوه دادن رویدادهای سیاسی و اینک ماجرای هسته‌ای جمهوری اسلامی در مرکز این وارون نمایی قرار داره. از این رو تنها رسانه‌های مستقل و شخصیت‌های مستقل هستند که می‌توانند آن روی سکه را بنمایانند و تصویری واقعی از این رویداد سیاسی به مردم ارائه دهند. در برنامه این یک شنبه تلویزیون برابری همچنان به جوانبی از توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و کشورهای به اصطلاح پنج به اضافه یک خواهیم پرداخت در دو گفتگو. ابتدا گفتگوی آرش کمانگر با دکتر محمد قراگوزلو، استاد سابق دانشگاه و صاحب نظر و تحلیلگر سیاسی، و در بخش دوم گفتگوی سعید افشار با دکتر فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس مسائل اقتصادی و صاحب نظر سیاسی. ابتدا به گفتگو با دکتر محمد قراگوزلو توجه فرمایید. محمد قراگوزلوی عزیز، شما اخیرا مقاله‌ای نوشتید. خب شما بارها در این مورد مقاله نوشتید، تحلیل کردید، مصاحبه کردید. تازه ترین مقاله شما تحت عنوان هژمونی و بقا صحبت از یک کلپس هسته‌ای کردید، یک نوع در هم فرو ریختگی هسته‌ای. من می‌خواستم به عنوان کسی که حالا زمانی که استاد دانشگاه ایران بودی تخصصت هم در حوزه روابط بین‌الملل هست، تو این توافقنامه اخیر وین رو بازی برد برد میدونی، برد باخ میدونی، باخ باخ میدونی؟ چه کسی اعمال هژمونی کرده، چه کسی برای بقا جنگیده و چرا اینا یه نوع کلپس هستی میدونی؟ در این مورد و کلا مضمون مقاله آخرین مقاله که نوشتی برای بینندگان ما توضیح بده. مرسی. راستش من قبل از اینکه وارد این بحث هژمونی و بقا بشم، اجازه بدید که یه دو سه نکته دارم، یه دو سه ملاحظه دارم، اینا رو مطرح بکنم خیلی خلاصه و برم روی موضوع هژمونی و هژمونی چیه، از کجا اومده هژمونی و موضوع بقا چیه و ارتباط اینها، ارتباط در واقع دیالکتیکی اینها بین پرونده هسته ایران و مقولاتی مثل جنگ در جنگی که بعد منجر به قطعنامه 598 و بحث گروگان‌ها که نشون دهنده حاکمیت پراگماتیسم خیلی اوریان و ناپر حاکمیت ایران هستش چیه. شما می‌بینید امروز دوشنبه که من با شما صحبت میکنم 29 تیر 94، مصادف با 20 جولای 2015، 26 سال پیش همین روزی شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 596 رو دقیقاً توی همین روزی تصویب کرد. امروز هم در واقع یه قطعنامه مشابهی رو تصویب شد که ایران رو ملزم میکنه به پذیرش اون چه که به عنوان برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و کشورهای پنج به اضافه یک تصویب شده و این رو ملزم میکنه ایران به تعهدات خودش در حوزه راستی‌آزمایی عمل بکنه. یک واکنش های گسترده امروز در تهران بوده، از جمله بیانیه 8 صفحه وزارت امور خارجه که استقبال کرده، استقبال مشروط کرده از تصویب قطعنامه از یه طرف، و واکنش فرمانده سپاه پاسداران به عنوان منتقد در واقع این توافق نامه و سرمقاله بلند روزنامه کیهان که بر ترتیب بیانگر نظرات نظام سیاسی حاکمه، دست بالای نظام سیاسی حاکم از یه طرف و نمایندگان در واقع نظامی امنیتی مجلس شورای اسلامی. اینو خواستم عرض کنم خدمتون به عنوان آخرین حوادثی که امروز پیش اومده. در مورد توافق یه نکته دیگه که من میتونم عرض بکنم خدمت شما، باید بگم که ظرف 10-15 روز گذشته دو توافق خیلی مهم در سطح روابط بین‌الملل اتفاق افتاده، یکی بین دولت یونان و اتحادیه اروپا و یکی بین ایران و پنج به اضافه یک. هر دو توافق مضمونش، بنیادش و اساسش ناشی از شکست دولت‌ها و حاکمیت‌هاست. در یونان شما می‌دونید که یک بحران اقتصادی عمیقی به وجود اومدهش بعد از بدهی بانک‌ها، بعد از فشاری که IMF و بانک اروپا آوردش رو دولت یونان و شکست دولت‌های دستراسی و حتی شکست دولت پاپاندرو که به عنوان سوسیالیسم اومد اون سر کار و دستراسی‌ترین برنامه‌های نئولیبرالی ریاضت اقتصادی رو تحمیل کرده بودن، اینا شکست خوردن و در اعتراض مردم به سیاست‌های ریاضتی به بعد ترتیب حزب سیریزا اومد سر کار و
شعارش سیاست ریاضتی بود و بعد از اینکه سیاست ریاضتی در چالش قرار گرفت با اتحادیه اروپا، یک رفراندومی برگزار شد و 61% مردم یونان پاسخ ندادن به رفراندوم، یعنی پاسخ ندادن به سیاست تحمیلی اتحادیه اروپا. با این حال ما میدونیم که سیریزا و جناح سیفراس رفتن زیر بار تسلیم، در واقع تسلیم شدن به فشارهای اتحادیه اروپا و این باعث شد که شکافی در سیریزا به وجود بیاد و کسانی مثل واروفاکیس و چند نفر دیگه که به ترتیب جناح چپ سیریزا رو تشکیل میدادن اومدن بیرون. حالا مسئله اینجاست که شکست سیریزا و شکست حاکمیت ایران در برخورد با فشارهای غرب از دو منظر قابل توجهه. یکی این که سیریزا سیفراس وقتی که میاد قبول میکنه سیاست ریاضت اقتصادی اروپا رو و قبول میکنه که شکست خوردن و قبول میکنه که پشت کرده به رأی مردم، اینو اعتراف میکنه، میگه من علارغم این که موافق نبودم با این سیاست ها اینو امضا کردم برای اینکه راه دیگه ای نداشتیم. اما حاکمیت ایران چی؟ حاکمیت ایران کیک زرد درست میکنه، اورانیوم غنی سازی میکنه در حد 20%، اسمشو میذاره پیروزی. همون حرکت رو با صرف میلیاردها دلار هزینه پس میگیره، عقب نشینی میکنه، اسمشو میذاره پیروزی و میخواد مردم بکشه تو خیابون. این تفاوت بین این دو توافق بسیار مهمیه که در 10-15 روز گذشته در سطح روابط بین الملل اتفاق افتاد. یک تفاوت دیگه که داره این هستش که حالا دولت سیریزا با همون شف دموکراتیکی داره سیاست ریاضتی رو به رفراندوم گذاشتش توی اونها، معلوم شد که مردم با سیاست ریاضتی مخالفن. مسئله اینجاست که حاکمیت ایران هیچ کدوم از برنامه‌های هسته‌ای خودش، سایر برنامه‌هاش هم تو برنامه هسته‌ای خودش رو که با مهمترین مسائل مردم از جمله مسئله معیشت مردم گره خورده و میلیاردها دلار رو صرف خودش کرده، هیچ وقت به نظرسنجی و به رأی مردم ایران نگذاشته. این دو نکته‌ای بودش که من می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم. ما در ارتباط با توافق وین رو طبعا بعد در سطوح مختلف دید. همونطور که اشاره کردی من مقالات متعددی فکر می‌کنم 6-7 تا مقاله مبسوط نوشتم در مورد توافق وین و موضوع رو از زوایای مختلف نگاه کردم و طبعا یه نگاهی هستش که بدون تعارف و بدون مبالغه، یک نگاهی هستش که حالا در اقلیت باشه یا هر شکل دیگری، یه نگاه منحصر به فردی هستش که من از یک موضع مستقل خودم نگاه کردم. میخوام بگم که توافق وین رو بحث کلاپس هستی ایرانه که واقعا یک فروپاشی کامل هستی هستش و پروژه غنی‌سازی جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده به دکور هستی رو از زوایای مختلف میشه نگاه کرد، هم در سطح جهانی میشه نگاه کرد، هم در سطح منطقه میشه نگاه کرد، هم در سطح داخلی. اما چرا کلاپس و چرا هژمونی و بقا هستش تا اونجا که به سطح من موضوع کلاپس مربوط میشه این هستش که حتی اگر ما که متخصص قضیه نیستیم، اگه بخوایم تخصصی نگاه بکنیم به قضیه، شما میبینید که تمام اون چیزی که اینا اسمشو دستاورد میذاشتن، تمام این اصطلاحاً دستاوردها پس گرفته شده، تمام دستاوردها تو توافق وین پس گرفته شده. من برای اینکه توجه شما رو به عقب نشینی و شکست پروژه هسته‌ای ایران جلب بکنم، توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که شاید یک سال پیش بود، حدود نزدیک به مثلا فرض کنید 9 تیر 1393 بود، آقای علی اکبر صالحی که قبلا وزیر خارجه بودن، مدتی رئیس دانشگاه شریف بودن، صنعتی شریف بودن و الان هم که به ترتیب رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران هستن، یه مصاحبه کرده، میگه که برای تامین سوخت نیروگاه بوشهر ما نیاز به 200,000 سو داریم. سو چیه؟ سو SWU یعنی Separative Work Unit. خب میگه نیاز به 200,000 تا سو داریم. برای 200,000 تا سو هم باید نزدیک به 190,000 سانتریفیوژ بچرخه. ما میدونیم که جمهوری اسلامی نزدیک به 18672 سانتریفیوژ داشته و از این 18672 سانتریفیوژ 9000 تاش فعال بوده و این 9000 تا نزدیک به 10000 سو در واقع اورانیوم رو غنی سازی میکنن در سطح نزدیک به 14%. خب اینها بر اساس توافق وین کاری که کردن این هستش که 9000 تا سانتریفیوژ فعال و اون 18672 تا رو که کلی هزینه پاش رفته، اینو تبدیل کردن به یه چیز حدود 5060 که سانتریفیوژ های اوراق 40 سال پیش نسل اول هستش که مصرف برقش 80 برابر سانتریفیوژ های نسل 6 و 7 هستش و بقیه سانتریفیوژ ها هم که اونجا دکور خواهد بود، بایگانی خواهد شد و اورانیوم غنی ساز 20% هم اکسیده خواهد شد.
این حالا همه اینها بعد مضاف به این که همونطور که دیدی آقای اوباما برگشتش گفتش که هسته مرکزی تولید پلوتونیوم در عراق که آب سنگین تولید برداشته میشه و توسط سیمان پر میشه، همه اینها اگه شکست نیست چیه؟ حالا تحریم تسلیحاتی هم که امروز صدای فرمان سپاه رو در آوردی مقوله دیگه. حالا اینا برای چی سیاست رو اتخاذ میشه؟ اینو من در ارتباط با بقا میبینم و یک سرش رو در ارتباط با هژمونی میبینم. چرا در ارتباط با بقا میبینم؟ به هر ترتیب عرصه دیپلماسی عرصه پیروزی و عرصه شکسته، واقعیته. ولی در انتقاد به کسایی که دولت جمهوری اسلامی رو دولت ایدئولوژیک میبینن، من میخوام بگم که دولت کاملا پراگماتیستیه که هر کجا که بقاش اندکی به خطر افتاده دست به عقب نشینی زده. نمونهش گروگان ها هستش، نمونهش جنگ با عراق هستش که منجر به قطعنامه 598 تو محافل سیاسی اجتماعی به عنوان جام زهر ازش تلقی میشه و نمونهش همین موضوع هسته‌ای هستش که بعد از 13 سال هزینه سازی میلیاردها دلار و فشار یک تحریم شکننده و در واقع خورد کننده به مردم ایران رسیدن به همون 13 سال قبل. چرا حالا این اتفاق افتاد؟ در سطح بالا تحریم ها کاری کردش که سخنرانی آقای رفسنجانی در شیرگاه میبینید دیگه، کلاف به وجود اومد، کلاف اقتصادی به وجود اومد در بالا و زندگی مردم هم که خب در پایین تحت فشار قرار گرفت. این نشون میده که بر ترتیب توافق وین به دنبال یک بقا صورت گرفته و بقای حاکمیت ایران به دنبال فشار کشورهای پنجه به اضافه یک به خطر افتاده و رفتن به طرف این توافق. هژمونی رو در سطح سه مدسه حوزه میشه هژمونی رو نگاه کرد، یکی در سطح جهانی، یکی در سطح منطقی و یکی در سطح داخلی. حالا اگه مایل بودید میتونیم در مورد شیوه هژمونی هم صحبت بکنیم. خب شما به درستی گفتید که البته بنیانگذار جمهوری اسلامی هم گفت که مصلحت حکومت اسلامی اجازه بده حتی میشه اسلام نماز روزه رو هم به حالت تعلیق در آورد، یعنی حفظ حکومت و مصلحت حکومت بالاترین چیه مصلحت هاست. ولی خب حالا ایشون مثلا در مقطع پذیرش قطعنامه 598 آشکارا گفتن که اون یک جام زهر بوده که علارم میلشون نوشیده، ولی اکنون صحبت از نرمش قرارنامه میشه و اعتراف نمیشه که این یک جام زهر دوم بوده. یعنی من از فهوای صحبتشون اینجوری میفهمم که به هر حال قدرت‌های بزرگ به رهبری امریکا در این مذاکرات و ماراتون طولانی برنده بودن در مجموع و این جمهوری اسلامی بوده که از تمام مواضع یا بخش عمده مواضع قبلی خودش عقب نشینی کرده. حالا ضمنی که شما به اون مسئله هژمونی هم اگه مایل هستید میپردازید، من پرسشم اینه، آیا این نرمش، چون خیلی الان هم اصلاح طلبها و بخش راست جامعه بورژوازی، رسانه‌های غربی از جمله بی بی سی همه در خدمت این هستن بگن که با این نرمشی که صورت گرفته و این توافقنامه‌ای که در وین صورت گرفته ما به تدریج رفاه، آسایش، امنیت و گشایش سیاسی را در ایران شاهد خواهیم بود. دیدگاه شما چیه؟ اقداماتی که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر نشون داده، از جمله همین چند روز پیش آقای گرانمایه سخنگوی حزب اعتماد ملی وارد کشور شدن، مستقیما رفتن زندان، آره دقیقاً اینو نشون نمیده. دیدگاه شما چی؟ ببینید اولا که آقای رو دولت و آقای روحانی در شعارهای انتخاباتیش یه چیز بود 86 مورد شعار انتخاباتی داشتش، در واقع پلتفرمی داشتش که قبلا من با رادیو به همبستگی فکر کنم صحبت کردم و اونا رو گفتم که اینا به هیچ کدوم از تعهداتی که در حوزه انتخابات داشتن عمل نکردن الا گسترش خصوصی سازی ها و الا اون چیزی که اسمش رو نرمش میذارن، کرنش میذارن یا عقب نشینی هر چیز دیگه میذارن، خواهش میذارن، هر چیزی که از موضع ضعف در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا در واقع تسلیم در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا و فشار علیه مردم، دولت روحانی هیچ وقت ادعای دموکراسی نداشت. اون که آقای خاتمی بود ادعای دموکراسی و جامعه مدنی و این حرفا رو داشت، اون دو سه سال آخر حکومتش یه صدای اعتراض معمولی از دانشگاه بلند شد، دانشجو گفت من صدای دشمن میشنوم از دانشگاه. دولت آقای روحانی که این ادعا هم نداشت، یه دولت کاملا امنیتی که 5 6 تا وزراش امنیتی هستن، وزیر مهمترین وزارت خونش که وزارت کار باشه آدمای امنیتی هستن، همچین ادعایی نداشتن که یه فشار ساده میاد روی
ورود بانوان به استادیوم های والیبال، 4 نفر دلواپس میرن نماز میخونن اونجا، بلافاصله معاون زنان آقای روحانی میاد پس میگیره. این که خیلی چیز معمولی است، حالا گشایش سیاسی بماند. تعداد زیادی روزنامه توقیف شده، در سطح کتاب هیچ گشایشی صورت نگرفته، بعد از این هم صورت نخواهد گرفت. البته شرکت های سرمایه‌داری گسترده اروپایی خواهند اومد، کمان که امروز یه هیئت گسترده آلمان اومدن اتاق بازرگانی، که در واقع کل دولت آقای روحانی رو اتاق بازرگانی آقای نهاوندیان و امثال آقای نوبخت و اینها قروق کردن. اینها خوشحال خواهند شد به خاطر اینکه ایران داره نیروی کار ارزان هستش و اگر به ثبات سیاسی هم برسه با توجه به آشفتگی که در منطقه وجود داره، طبعا بهترین جا بهشت سرمایه خواهد بود. نیروی کار ارزان و به ترتیب ثبات سیاسی نسبی نسبت به عراق و پاکستان و افغانستان و سایر کشورهای منطقه خب به ترتیب سرمایه خواهد اومد. اما با توجه به بحث هژمونی رو من اینجوری خدمت عرض بکنم که موضوع هژمونی رو میشه بعد از در واقع سقوط شاه نگاه کرد به مسئله هژمونی و اینجوری ارزیابی کردش که هژمونی از دو طرف میشه نگاه کرد. یکی افول هژمونی آمریکا هستش، یکی که خلای یک هژمونی در واقع گسترده در سطح منطقه هستش بعد از سقوط شاه. شما می‌بینید که بعد از اینکه شاه به عنوان ژاندارم منطقه عمل می‌کرد، در کنار گوش روزها بودش و منافع مستقیم آمریکا را نمایندگی می‌کرد و حفظ می‌کرد و تأمین می‌کرد، بعد از سقوط شاه خلأ بزرگ به وجود اومد. قدرت‌هایی که اومدن برای پر کردن این هژمونی ایران در زمان 8 سال جنگ موضع خیلی ضعیفی داشت، عراق، ترکیه و عربستان بودن به طور مشخص. عراق اون وضعیت به سرش اومد بعد از سال 2003، اشتباهات استراتژیک و مولک صدام حسین، جنگ با ایران، حمله به کویت و اون مسئله عراق به وجود اومد. الان هم که عراق دچار یک فروپاشی همه جانبه هستش و امکان تجزیه شدنش خیلی زیاده و دولت مستقر و محکمی که نداره، دولت ترکیه تا مدت‌ها میتونه این اعمال هژمونی در واقع منطقه رو انجام بده به نمایندگی از غرب. اما بعد از اینکه سیاست‌های نئولیبرال اسلامی آقای طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه شکست خورد در انتخابات اخیر، معلوم شد که دولت ترکیه هم داره چنین نقشی نیست، داره چنین توان و قدرتی برای هژمون شدن یک دولت در منطقه نیست. عربستان هم که نه به لحاظ جمعیتی و نه به لحاظ سیاسی و نه به لحاظ سوغلجشی یا ژئوپلیتیکی قادر به ایفای چنین نقشی نیست. نمونه ایران و جمهوری اسلامی ایران. این یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه مسئله خود آمریکا و امپریالیسم آمریکاست. شما می‌بینید بعد از شکست آمریکا در عراق و افغانستان، برعکس آمریکا مجبور شده که از منطقه عقب نشینی بکنه. این یک نکته. بحث بعدش این هستش که آمریکا یه سری متحدانی در منطقه داره که اینها خطر ایران در کنار گوششون احساس میکنن، در واقع خطر هژمونی شدن ایران رو در عراق، لبنان، سوریه و حتی یمن احساس میکنن و به برادر بزرگ خودشون که آمریکا باشه مرتب نق میزنن، قرولون میزنن. حتی آقای نتانیاهو که میدونید که برتری منتقد بزرگ آمریکا و دولت اوباما هستش در ارتباط با توافق هسته‌ای و مقولات از این قبیل. آمریکا نمیتونه تو منطقه حضور نظامی داشته باشه، از منطقه عقب نشینی کرده و در واقع موضعش در رابطه با ایران هم تغییر کرده، ضمن عقب نشینی از ایران. سیاست آمریکا در زمان نو کنسرواتیستا همه میدونن که رژیم چنج بود، خب به ترتیب امکان جنگ رو مطرح میکردن که در ارتباط با امکان جنگ هم اگه یه فرصتی بدی من 5-6 دقیقه صحبت بکنم، حالا بعد از این بحثی که چقدر امکان جنگ بوده یا نبوده. حالا به ترتیب سیاست رژیم چنج بعد از به خصوص بعد از بحران اقتصادی آمریکا که بدهی آمریکا به عنوان بدهکارترین دولت دنیا 60% تولید ناخالص 60% تولید ناخالص ملیش رسید و آمریکا توان اقتصادی ایجاد جبهه جدید نظامی رو هم در ایران نداشت، بعد از آمریکا عقب نشینی کرد از این منطقه و سیاستش اصلاح تغییر رفتارهای جمهوری اسلامی بوده. یعنی سیاست رژیم چنج تبدیل شد به سیاست اصلاح رفتارهای جمهوری اسلامی. دو تا مسئله اینجا اتفاق افتاد. آمریکا باید به متحدین خودش در منطقه این اعتماد رو میداد که آقا جون ما که داریم از اینجا خارج میشیم، یک حکومت جمهوری اسلامی رو اینجا خواهیم گذاشت که در واقع رفتارهاش اصلاح شده باشه و ضمنی که رفتارهاش اصلاح شده تضعیف هم شده باشه، یعنی به قدرت درجه دوم منطقه اینا میخواستن تبدیلش بکنن. در واقع تحریم ها علاوه بر اینکه پروژه هسته ایران رو نشانه گرفته بود، تضعیف حاکمیت جمهوری اسلامی رو در مد نظر قرار داده بود، جمهوری اسلامی رو تبدیل کنه به قدرت غیر هژمون در منطقه.
خب حالا میخوام بگم از هر دو طرف این سیاست شکست خورده، هم سیاست آمریکا شکست خورده، مجبور شده که بر ترتیب باجه به جمهوری اسلامی بده، هم متحدین خودش رو از دست داده، عراق رو که از دست داده، عربستان رو هم که از دست داده. شما میدونید عربستان شاه سلمان نرفت به کنفرانس کمپ دیوید دیگه، قطری ها ناراضی هست، ترکیه ناراضی هستش از آمریکا، اسرائیل که خب برتری مرتب داره قرولان میکنه و مسائل خودش رو داره. میخوام بگم از هر دو طرف سیاستش برد برد که نه تنها نیست، سیاست باخت باخت از هر دو طرف هستش، یعنی هم آمریکایی‌ها به نوعی باختن منطقه رو، هم ایران بر ترتیب در بحث پروژه هستش بعد از میلیاردها دلار سرمایه گذاری باخته، سیاست باخت باخت هستش و هیچ سیاست برد بردی در کار نیست. و جمع‌بندی موضوع اینجوری هستش که از یه طرف شکست بهار عربی منجر شده به ظهور داعش و یه صفمندی های جدید سیاسی در منطقه به وجود آورده و آمریکا علارغم که خودش دخالت داشته به نوعی در شکل‌گیری داعش و همونطور که دخالت داشته در شکل‌گیری القاعده به طور مستقیم در افغانستان، امروز منافعش در تضاد با داعش قرار گرفته، منافع متحدینش مثل عراق در تضاد با داعش قرار گرفته، کمان که می‌بینید الان دیگه صحبت از سرنگونی بشار اسد نیست، اینا می‌بینن که خب یه آلترناتیو ارتجایی‌تر از بشار اسد ممکنه در اونجا روی کار بیاد. یک نکته این است و ترکیه خب برتری بعد از انتخابات اخیر نشون داد که خب خیلی ضعیف شده هند طیب اردوغان و عربستان به اسرائیل نزدیک شده و عراق و سوریه و لیبی و یمن دوچار کلاف شدن، ایران در عراق نفوذ پیدا کرده و همه اینها نشون میده که یک منطقه ما دوچار یک فقدان قدرت هژمون هستش و آمریکا هم که از منطقه خروج نظامی داره و متحدین آمریکا هم در منطقه بلا تکلیف شدن. میخوام بگم که توافق اخیر وین رو، این نکته رو بگین جمله رو بگم تموم کنم، میخوام بگم توافق اخیر وین رو اگه بخوایم در سطح بین المللی منطقه‌ای، حالا موضوع داخلیش یک موضوع دیگه ایه، بخوایم ارزیابی بکنیم در بستر این تحولات سیاسی اجتماعی در حوزه روابط بین الملل و روابطی که در منطقه خاورمیانه حاکم هستش باید ببینیم. البته نه آمریکا و نه همین صحبت‌هایی که چند روز پیش آقای خامنه‌ای کردن، گفتن که هیچ یک از اون اختلافاتی که ما داریم قرار نیست حل بشه، یعنی ما کماکان در یمن، در لبنان، در عراق، در سوریه کنار متحدین خودمون هستیم و خود مصاحبه مطبوعاتی هم که آقای اوباما داشته او هم تاکید کرده که ایران کماکان حامی تروریسمه و ما کماکان به خصوص اون فشاری که آوردن برای اینکه تحریم‌های تسلیحاتی رو نگه دارن و تاکید کردن، گفتن اتفاقا گزینه نظامی کماکان رو میزه و اتفاقا این بازرسی هایی که به خصوص ما آنلاین دائما همه مراکز هسته‌ای رژیم رو تحت کنترل خودمون داریم و اطلاعات دقیقی به دست میاریم حتی از مراکز حساسی مثل فردو، این به ما امکان میده در آینده اگر ایران سرپیچی بکنه حمله نظامی برای ما سهل الوصول بشه. حالا شما میتونید در همین رابطه صحبت کنید، در این حال به پرسش آخر منم پاسخ بدید و اینکه چشمنداز اوضاع سیاسی در ایران چه خواهد بود؟ آیا این توافقنامه با گشایش مالی که برای حاکمیت به وجود میاد سبب تثبیت او و قدرتگیری او میشه یا نه بالعکس به دلیل کاهش یا به اصطلاح از بین رفتن احتمالی دو گزینه، هم حمله نظامی و هم تحریم اقتصادی، دست جنبش‌های اجتماعی به ویژه جنبش کارگری برای رشد و گسترش باز میشه و یا سناریوی سومی از دیدگاه شما متصور هست؟ بفرمایید. ببین من برخلاف دوستانی که پیش بینی میکنن حوزه روابط بین الملل 6 ماه پیش بینی میکنن، 1 سال پیش بینی میکنن، 2 سال پیش بینی میکنن، هیچ وقت اهل پیش بینی نبودم تو مقالاتم، اما در این ارتباط به خصوص مسئله جنگ، تحریم ها و پروژه هسته‌ای برای اولین بار بی احتیاطی کردم، بی ملاحظگی کردم و 5 6 سال پیش که موضوع جنگ به قول شما یا به قول آمریکایی‌ها در واقع روی میز قرار گرفت، مقالات متعددی نوشتم، از جمله مقاله مشهور بن‌بست دراهی و تشدید تحریم‌ها و امکان جنگ ایران و عراق به ایران و آمریکا داشت. اونجا سیاه بر سفید استدلال کردم، استدلال طولانی کردم، مستدل و با اطلاعات مستدل و با اطلاعات کامل از رسانه‌های آمریکایی، روزنامه‌های آمریکایی
و اطلاعاتی که به ترتیب در سطح بین‌المللی مطرح بوده، اینها ترجمه شده در اختیار ما قرار گرفته و دو استدلال کردن هم امکان جنگ که خب یه طرف قضیه ده، امکان جنگ مسئله خیلی مهمی ها که آمریکایی‌ها برای مصرف داخلی و ایرانی‌ها برای نظامی کردن و امنیتی کردن داخل سال‌ها شعار دادن و بعدتی دستاوردهای خودش رو داشته. خیلی اومدن موضوع جنگ رو مطرح کردن، آلترناتیو جنگ صلح رو مطرح کردن. خب بعدتی صلح رو هم کی می‌تونه بیاره؟ اصلاح طلبا و حتی در آستانه انتخابات 11 ریاست جمهوری گفتن که اگر می‌خواد ایران سوریه نشه، سوسیال دموکرات‌های ایران اومدن گفتن اگه میخواید ایران سوریه نشه، جنگ نشه، برید آقای روحانی رای بدید، اگه آقای جلیلی بیاد جنگ میشه. من میخوام بگم که 5 سال پیش، 6 سال پیش هم که حتی از زمان کنسرواتیست ها که اون مسئله محور شرارت رو مطرح کرد آقای بوش دوم، اونجا من نوشتم سیاه بر سفید که امکان جنگ بین ایران و آمریکا نزدیک به صفره، اگرچه خب مطلقا غیر محتمل است اما نزدیک به صفر. اصلا تبیین کردیم به لحاظ نظامی، اونجا ما گفتیم که آمریکا 33 تا تیپ جنگی داره که از این 33 تیپ جنگی 16 تیپش در هم شکسته در عراق موندن تو بنبست، موندن تو باتلاق عراق، دو تا تیپش تو افغانستان گیر کردن، دو تا تیپش تو کره جنوبی، یه تیپ نظامیش تو کوزوا گیر کرده، 3 تا تیپش مشغول مدرن سازی هستن، 2 تا تیپش آماده باش جنگی هستن، 3 تا تیپشون رفتن میخوان جایگزین بشن در افغانستان و 4 تا تیپ باقی مونده در حال آماده باش هستن. به لحاظ جنگ زمینی که اصلا امکانش نیست. در اطلاع بمباران تاسیسات هسته ایران فوردو که کیلومترها زیر زمینه و اگر چنانچه آمریکایی‌ها این بی‌ملاحظگی رو می‌کردن، آمریکایی‌ها اتاق فکرای خیلی پیچیده و دقیقی دارن، علارغمی که خب جنگ با عراق یه فاجعه بود و اشتباه محاسباتی بوش و اتاق فکراش بود و گزارش‌های متعددی که آقای هانس بلکس داد به عنوان اون زمان رئیس انرژی است، معلوم بود که عراقی‌ها اصلا جنگ افزارهای کشتار جمعی دارن، عمرم از این بردن و روی محاسبات غلط آمریکا وارد عراق شد. می‌خوام بگم علارغم این مسائل امکان جنگ بین ایران و عراق نزدیک به صفر بوده. آمریکا در عراق و افغانستان شکست خورده بود. عرض شد خدمت شما که حتی شما دیدید در قضیه لیبی آمریکا پرچمدار حمله نظامی به لیبی نبود 3 سال پیش و فرانسوی‌ها اومدن حمله کردن به لیبی و ابتکار عمل رو به دست گرفتن. جنگ میتونست یه بحران انرژی گسترده‌ای رو به وجود بیاره در منطقه. موقعیت سوق‌الجیشی ایران، موقعیت ژئوپلیتیک ایران بسیار متفاوته با هارتلند افغانستان. جنگ میتونست موشک‌های سپاه پاسداران رو بگیره به طرف کویت، بحرین، عربستان و یه بحران گسترده انرژی به وجود بیاره. مضافه این که من می‌خوام ببینم اگه هدف سرمایه‌داری غرب از فشار بر ایران در تعیین گذاشتن جمهوری اسلامی ایران ورود سرمایه هستش به ایران و مسئله سود هستش، تمام این دعواست به قول سر لاف مولا نصیرالدین، جنگ کجا میتونست به بورژوازی آمریکا و بورژوازی ایران کمترین سود رو داشته باشه؟ این یک. بعد شما دیدید در قضیه سوریه هم که آمریکایی‌ها رفتن به طرف اینکه سوریه رو بمباران کنن، با مقاومت چین و روسیه در مواجه شدن و نتونستن سوریه رو بزنن، با اینکه حالا میگفتن سوریه از سلاح کشتار جمعی استفاده کرده. امپریالیسم آمریکا دوچار یک افول شده و قادر نیستش که مثل سال 2003-2004 که حمله کرد به عراق سیاست هژمونی نظامی داشته باشه در منطقه. گفتم هم دلیل اقتصادی داره هم دلیل سیاسی داره. آلترناتیو جنگ طبعا صلح هستش. تو ایران اومدن 300-400 نفر اومدن امضا جمع کردن، بیانیه ترجیح تهیه شد تحت عنوان زوزه گرگ‌ها اومدن امضا کردن که آقا بله ما طرفدار صلح هستیم، انقدری که آمریکا حمله بکنه به ایران. و خب صلح رو کی میاره برای ایران؟ بخش اصلاح طلب حاکمیت، بخش جنگ طلب حاکمیت که اون جناح آقای احمدی نژاد بود و این مقولاتی از این قبیل اگر شکست بخورن صلح و اصلاح طلب ها میرن. کما اینکه دیدیم وقتی آقای ظریف وزیر خارجه شد اومد یه توییتی گذاشتش که آقا ممکن رو لوکاس رفته بعد از این صلح خواهد بود. در نتیجه اینجوری میخوام بگم که پروپاگاند جنگ یه پروپاگاند در واقع شعار بود و مصرف داخلی داشت هم از طرف آمریکایی‌ها و هم از طرف داخلی‌ها. این صحبتی هم که اخیراً در ایران شده سیاست استکبار سیتیز قرار ادامه پیدا بکنه طبعا مصرف داخلی داره. شما چجوری میشه که تسلیم بلا منازعه بشید در مقابل خواست آمریکا، خواست اتحادیه اروپا و بخواید استکبار سیتیز هم باشید؟ بله شعار مرگ بر امپریالیسم، اگه مرگ بر آمریکا، اگه داخل کشومه در حد شعارهای استکبار سیتیزی رو به این معنی قرار بدیم که ما تنش سیاسی خواهیم داشت با آمریکا یه مقوله دیگه ایه. ولی استکبار ستیزی اگه به این معنی هستش که شما مخالف سرمایه هستید و مخالف، یعنی این که توافق وین به دنبال این قضیه که نیست،
درست پرسش آخرش سیاسی گفتی ها؟ آره، من پرسشم این بود که تحلیل‌های مختلفی ارائه میشه، آیا این توافقنامه با گشایش مالی که برای رژیم ایجاد میکنه سبب قدرتگیری و تثبیت او میشه، یا بالعکس با دست جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش کارگری رو برای ائتلاف باز میکنه، یا سناریوی سومی حتی فاصله اینا میتونه بروز بکنه؟ چشمانداز این هم از زوایای مختلف قابل ارزیابیه. آیندهش خب طبعا باید آیندهان سپرد، ولی از زوایای مختلف قابل ارزیابی. ببین، گفته شدش که 129 میلیارد دلار از در واقع پولهای بلوکه شده ایران برمیگرد. بعد معلوم شد که نه، 129 میلیارد دلار نیستش و 26 میلیارد دلار بخشش نمیدونم اوراق قرضه هستش و مقولاتی از این قبیل که معلومه چقدر پول برگرده. من میخوام یه توجهی به شما بدم و به کسایی که دارن مصاحبه رو گوش میکنن، نگاه میکنن و خوشبینن در واقع به یک مفهوم. شاملو شعری داره میگه خوشبینی برادر ترکان را آواز داد، مرا و تو را گردن زد. اینجوری میخوام خدمت شما عرض بکنم که ببین آقا جان، ظرف 8 سال دولت آقای احمدی نژاد بین 800 میلیارد تا 900 میلیارد دلار نفت فروخته شده و پول نقد اومده تو این کشور. سر جمله 800 تا 900 میلیارد. من میخوام بگم با این 800 تا 900 میلیارد دلار پولی که اومده تو این کشور، کدوم یکی از گشایش اقتصادی ایجاد شد در اون 8 سال گذشته؟ که حالا مثلا با این 29 میلیارد دلاری که میخواد بیاد، معلوم نیست اصلا به کجا برسه. با این فساد گسترده‌ای که در ساختارهای حکومتی ایران وجود داره و هیچ کدوم این ساختارهای حکومتی بعد از آقای احمدی نژاد خب تغییر که نکرد، انقلاب که اتفاق نیفتاد تو ایران که بگیم ساختارها تغییر کرده، حالا مثلا 2000 پول میاد میره تو جیب مردم، همچین اتفاقی نیفتاده که. یه دولتی رفته یه دولت دیگه اومده، ساختارها حفظ شده دیگه، ساختارها در همه سطوح حفظ شده. 4 تا وزیر رفتن، وزرا هم وزرای کیان، وزرای دولت اعتدال آقای رفسنجانی هم دیگه، وزرای کلیدی همونا هم دیگه. وزارت نفت رو ببینید، بازرگانی رو ببینید، کار رو ببینید، همونا هم دیگه. وزارت خارجه رو ببینید که آقای ولایتی رفت، آقای ظریف اومده شاگرد آقای ظریف، آقای ولایتی اومده. اتفاق خاصی پیش نیومده که اگر چنانچه یه توافقی در بالا صورت گیره، سودش بره تو جیب پایین دستی ها. گشایش سیاسی هم نه دولت آقای روحانی از اول ادعا شده، چون بحث حصر نمیدونم رهبران جنبش سبز رو هم که اینها تو پروپاگاندهای تبلیغاتیشون، تو پروپاگاندهای انتخاباتیشون میگفت اصلا فراموش کردن. من گفتم آقا دست ما نیست، اصلا ما اصلا کاری نیستیم، دولت کاری نیستش که اون دست نظام سیاسی حاکم نظام دست شورای امنیت ملی و دست کسای دیگه هستش. ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم که ظرف هست که در تهران شما اشاره کردی، گفتی که شعار داده شده تو این شب پیروزی، به اصطلاح پیروزی توافق هستی، زندان سیاسی رو ما نمیتونیم آزاد بکنیم که. به نهاد دیگه دستگیر میکنه، ربطی به دولت نداره که. الان خود اصلاح طلبها وقتی میخوان تبرئه بکنن، دو سال گذشته گسترده نقض گسترده حقوق بشر در دولت آقای روحانی، چه اعدام های گسترده، دستگیری های گسترده، دست دولت نیستش که. به دولت چه رفتی داره که گشایش سیاسی ایجاد بکنه؟ شعار دولت این نبوده. زمینه که اینجا تفکیک قوا وجود داره، قوه قضاییه جداگانه وجود داره و آزادی های سیاسی از جای دیگه که دستور گرفته میشه دیکته میشه. و تو قضیه گفتم برای دیگه قضیه والیبال هم نمونه شدید دیگه، موضوع خیلی ساده بود. این که جنبش های اجتماعی، جنبش کارگری، حالا جنبش زنان و هر چی دیگه، جنبش دانشجویی بخواد گسترش پیدا بکنه، من میخوام بگم خیلی کار دشواریه. ببین بعد از توافق هسته‌ای، در توافق لوزنامه نکته رو نوشتن ما نه دلواپسیم مثل جناح کنسرواتیس و حکومت، نه خوشحالی مثل اصلاح طلب ها. ما وظیفه دیگه داریم، سوسیالیست ها وظیفه دیگه دارن و اون وظیفه شون سازماندهی جنبش های اجتماعی و به خصوص جنبش کارگریه. این بستگی داره به فعالین جنبش کارگری ایران، بستگی داره به این که ما چقدر بتونیم از پایین نیروهای اجتماعی ترقی خواه بتونیم سازماندهی بکنیم. واقعیت اینه که خیلی دشواره. خیلی کار دشواریه. چرا دشواره؟ من فقط به این نکته اشاره بکنم که آلترناتیو، در واقع آلترناتیوی که خودت هم اشاره کردی، آلترناتیو نیروهای چپ و سوسیالیست اصلاح طلبها هستن که دهه 60 همه جزء مقامات ارشد امنیتی بودن، حالا دکترای دانشگاه شدن و اصلاح طلب شدن و طرفدار جامعه مدنی شدن، طرفدار لاک و مونتسکیو شدن و سرما رو گنده به عنوان یک آلترناتیو در حکومت ایران دارن عمل میکنن. در کنارش کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها بودن که دهه 60 زدن لت و پارو در به داغونشون کردن و امروز تا بخوان خودشونو بازسازی بکنن، ترمیم بکنن، کار خیلی طولانی دارن. ضمن اینکه سوسیالیسم نسبت جهانی هم بعد از فروپاشی شوروی و چین شکست خورده و خب به ترتیب تبعات شکست رو در ایران هم میشه دید.
به این ترتیب میخوام بگم که سال بعد یه نکته دیگه این هستش که اثرات 23-24 سال نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی ایران نه فقط امکان سازماندهی و امکان تشکلیابی رو فوق العاده دشوار کرده، بلکه جامعه رو به شکل گسترده اتمیزه کرده. در نتیجه سازماندهی همونقدر که اولویت اوله افراد ترقی‌خواه سوسیالیست و چپ و رادیکال هستش، همونقدر هم میخوام بگم کار دشواریه. این هستش که افق سیاسی ایران بستگی به عوامل گسترده داره و خب طبعاً خیلی بحث پیچیده‌ای هستش. درسته. دکتر محمد قرقزلوی عزیز، من بی‌نهایت ازت سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردی. همونطور که به درستی گفتی، از جانب رژیم نه قرار آبی برای مردم گرم بشه، نه در حوزه عدالت اجتماعی و نه در حوزه آزادی خواهی و گشایش سیاسی، و از جانب جنبش های اجتماعی هم خب سرکوب و استبداد با شدت و حدت ادامه داره، ولی خب این همه بستگی داره به تلاش نیروهای سوسیالیست سکولار مترقی که چقدر در جنبش‌های اجتماعی مختلف به ویژه جنبش کارگری حضور فعال داشته باشن و برای متشکل شدن و سازماندهی اونها حرکت کنن. به هر حال ما علارغم دشواری را راهی جز این نداریم. نه، من یه نکته هم اشاره کنم اگه اجازه بدید تموم بکنم. زمین که شب و روز خوبی برای شما و بینندگان عزیزتون آرزو مندن، این نکته هم اشاره بکنم که اگرچه سیاست جمهوری اسلامی همیشه این بوده که بعد از تسلیم یا عقب نشینی در خارج سیاست سرکوب رو در داخل تشدید میکرده و نمونه بارز و مسئله جنگ و کشتارهای سال 67-68-70 هستش، این بار میخوام به شما بگم که این خوشبینی نیست، واقع بینیه. توازن قوای جدیدی در ایران شکل گرفته در صفندیای طبقاتی و حکومت قادر نیستش که دیگه مثل دهه 60 بعد توافق در واقع قطعنامه 598 قادر نیستش که دست یک چنین سرکوب عریانی بزنه و همین خودش یک فرصت مناسبیه که جنبش‌های اجتماعی با استفاده از توازن طبقاتی جدیدی که در ایران به وجود اومده خودشون رو ترمیم بازسازی بکنن و برن به طرف متشکل شدن. سپاسگزارم، به امید گفتگوهای بعدی. قربان تو، شب خوبی داشته باشید. بینندگان گرامی، گفتگوی آرش کمانگر با دکتر محمد قراگزلو، استاد سابق دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، را پیرامون جوانبی از توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و کشورهای 5 به اضافه 1 ملاحظه کردید. ادامه این موضوع را در گفتگو با دکتر فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی، پی می‌گیریم. بخشی از مردم امید بستن که این توافق رهگشا بشه و به تنگناهای اقتصادی پایان داده بشه. در این حال در برابر این محدودیت‌هایی که تحمیل شده به ایران در زمینه غنی‌سازی و کل برنامه هسته‌ای، قرار شده که تحریم‌ها به تدریج برداشته بشه. یکی از این موارد آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران بوده. برگشت این پولهای بلوکه شده ایران به نظر شما چه تأثیری میتونه در وضع جامعه و در وضع مردم ایجاد بکنه؟ چون در این حال یک نگرانی هم ابراز شده که سرازیر شدن پول حاصل از لغو تحریم ها ممکنه به افزایش فساد و رقابت میان دستگاه‌های مختلف حکومتی منجر بشه. ببینید، در مورد این پولم بگم تا 6 ماه که خبری نیست. بنابراین در بعد از 6 ماه که یعنی کوتاه مدت بگذره، در میان مدت ایران برآورد اینه که 150 میلیارد، بین 100 تا 150 میلیارد. رویترز یه بررسی داشت نشون داد که 150 تا است. منم گمان می‌کنم به نزدیک 150 تا. حالا ارقام داری که میشمرم قرینه به صحته نزدیک 150. برابری من گمان نمی کنم در فاصله میان مدت بیشتر از 50 تا 70 تا 80 تا بتونه بگیرم بیاد. خب اینو بذارید قبل از هر چیز، در کنار کاهش درآمدهای نفتی، هم به دلیل افت در بهای نفت و هم به دلیل ناتوانی فنی ایران در تولید سریع و
و هم به دلیل عدم امکان بازاریابی. جهان سرمایه‌داری خودش اقبالش در برج فلاکته، خود تقاضاهای جهانی افت کرده. حالا وزیر نفت میگه، وزیر نفت خیلی چیزا میگه، خیلی جای دیجورا حرف میزنه که قابل قبولی است. میگه ما بازار، ما 100 سال نفت در میاریم، بازار بلدی 100 سال نفت که شما نبودی که توش. آقای وزیر شما موقعی که بودی حاضر نشدی، حاضر نشدی، آشکارا ایستادی و علم اقتصاد رو پیشه کردی، اقتصاددان نبودی و اقتصاد مالیات خیار گوجه فرنگی یکسان گرفتی، گفتیم پالایشگاه نمیسازیم، میریم از خارج بنزین میخریم. حالا بگیر الان این وضعیت اقتصاد اینا. بنابراین این ایشون و این داستان که میگن نفت ما تولید میکنیم و بازار داریم میفروشیم، به نظر من چندان قابل قبول نیست. بعد به این ترتیب منابع خیلی زیاد نیست، اونی هم که میاد یه استدلالی در ایران خیلی یاد میگن اینا کسانی که خیلی گرایش های به اصطلاح غرب گرا دارن، آمریکا گرا دارن، راستای افراطی بیشتر اینا رو میگن، اونم درست نیست البته. حرفشون میگن این پولا که میاد راست میگه میخواد تو هدف به سوریه و یمن و نمیدونم فلسطین اینا بی خود میگن، اینجوریا نمیره این پولا، اصلا همچین کمکایی به اونجاها به این صورت که ارقام قابل توجهی بشه نیست. یه میلیاردی که سوریه میخواد کمک بگیره مجلس تصویب شده، اعتبار کمک نیست که، یعنی اجازه دارن نسیه از ایران جنس بخرن بعد بده کار. شما به حضرت ممکنه منابعی هم اونجا بره که اونم جایی بحث دیگری داره، ولی منابع به اصطلاح میره به مغاره هایی، میره به مخزن هایی که در داخل یا راه به خارج پیدا میکنه دوباره، و این بار در دور تازه سرمایه گذاران و سرمایه داران خارجی و اروپایی هم میان توی میدان، توی مدار، و این منابع رو از آن خود میکنن. مکنده هایی که در اقتصاد هست که منابع رو میخواد از آن خود بکنه، و اون میزان منابع طوری هستن که وقتی منتقل بشند از اون طریق راهی به سمت شاهرکاب و رکای اصلی و مورکای اقتصاد پیدا نمی کنن که همه جانب اقتصاد شالاک بکنن، خودشون هم در رشته هایی نمیدن که اونها بعدن انگیزه بخش باشن، یا مثلا الگوی رشد نامتعادل رو بدن، یعنی یه قطب هایی رو توسعه بدن، اون قطب ها بعدن محرک توسعه بشن برای یه جایی دیگه. چنین نیست، چنین نبوده. این سرمایه گذاری های خارجی هم جمع شدن اومدن، هنوز چی نشده، یعنی یک دو روزه پیدا شده سر کلشون. من هیچ خوشبین نیستم که این سرمایه گذاری های خارجی با این نوع که دارن میان، تو این رشته هایی که دارن میان، با این شرایطی که مطرح میکنن، بتوانند به چابکسازی اقتصاد ایران کمک بکنن در چارچوب همین نظم موجود. هیچ امیدی ندارم، نمیکنن، نه نمیکنن این کارو اصلا. شما ببینید یکی که از موقعی که ژنو حاصل شد، توافق نسبی ژنو، گروه گروه سرمایه گذاران یا بازدید کنندگان آمریکایی آمدن، حالا فرانسوی و آلمانی و ژاپنی و اینا هم را افتادن. ما یک ضرب المثلی داریم تو ولایتمون، میگن بله هنوز مسجد نساختن، گداها دورش جمع شدن، هنوز این منابع نیومده، دمی تو گروه گروه آقایون پولدارا و صاحبان سرمایه و آنترپرنورهای این شرق و غرب دارن را میفتن. اینها امیدی برای اقتصاد ایران باقی نمیذاره. من عرض کردم شاخص اصلی برای من کاهش بیکاری است، بهبود سطح درآمد لایه های پایینی است، و نشانه هایی از این که سرمایه ها به سمت فعالیت های بهره ورتر تولیدی و کشاورزی میروند، و چنین چیزی رو من انتظار ندارم بعد از پایان، بعد از این توافق به دست. آیا رئیس دانش شما داشتید یک اشاره میکردید به خساراتی که در جامعه ایران به خاطر این کل پروژه هسته‌ای به مردم ایران تحمیل شده، بتونید مقدار در این باره صحبت بکنید که مجموعاً این خسارت چی بوده و کجاها تو جامعه اساسا جاری شده؟ ببینید خسارت ها رو میتونیم به چند بخش تقسیم بکنیم. یکی هزینه های مستقیم بوده که برای این فعالیت های غنی‌سازی انجام شده. از 1370 در واقع در یک ساختمان چند طبقه محرمانه این بحث ها شکل گرفته، و بعد آمدیم تا مثلا 75-74 یا به شباش خرید ها و سرمایه گذاری های صنعتی و
خرید تکنولوژی و از پاکستان این برونور، بعد سفارش قطعات اینها، بعد خزینه های ساختمانیش بوده که در سه جا، فردو و نتنز، خب فردو زیر زمین خیلی پر هزینه است، نتنز و عراق صورت گرفته. تمام اینها وقتی قرار باشه محرمانه باشه خب هزینه های زیادتری رو تحمیل میکنه و بعد میدونی که بعضی از اینها خب میخواد مقاومت زیادی در مقابل موشک ها و بمب های ضد بتون داشته باشه. بعد گسترش سانتریفیوژ ها و بعد انتقال اورانیوم و بعد دیگه هزینه های عملیاتی که خیلی زیاده. اما از طرف دیگر عدم النفع هاست که باهاش روبرو میشیم، یعنی اینکه ما فرصت های صادرات رو از دست دادیم، یعنی ما که میگم منظور اقتصادی ایرانه، با تحریم ها که شد مجبور شد اقتصاد ایران کالاهای خیلی گرانتر بخره، خیلی گرانتر. حالا اینم فقط نیست، اقتصاد فقط این نیست، محرومیتی که بر مردم تحمیل شد فرصت هایی بود که از زندگی انسانی گرفته شد. زندگی انسانی با ابزار پولی نمیشه سنجیدش، ولی اگر بخوایم هم بسنجیم باید ببینیم این بیکاران چه تأثیری مثلا از نظر اقتصاد بورژوایی، میگن هزینه های فرصت اپورتونیتی کاست، چه تأثیری اینا میتونستن داشتن، چه منافعی، چه منابعی خودشون و وابستگان به اینها میتونستن داشته باشن یا اینا میتونستن تحریک بکنن اون منابع رو که حالا نکردن. همه اینا رو که بذارید کنار، از رقم‌های بسیار بزرگ هزینه میشه نام برد. خب الان چیزی که مطرح نیست اینه که همه میگن حالا کاری که شده حالا از این بعد عشق است. خب من میخوام اینم کاری که شده از کجا ما بدونیم فردا باز نمیشه، ولیجه این که اون کسی که الان داره این کار رو حل میکنه خودشون خود همین دولت روحانی میخوام بگم در رأس تصمیم گیری روی این قضایا بوده، شورای امنیت ملی بوده، مدت ها خودش مذاکره کننده بوده. من هم خیلی زیاد تفاوت نمیبینم بین دولت احمدی نژاد و اینا از این نظرها، چون از این نظرها همه وابسته پیوسته به یک نظام هستن و وفادار بودن به اون. خب اینم یه هزینه است برای این که این ضرر رو میگن هر جو جلوشو بگیری منفعته، بله، به شرطی که وقتی دستو که ورده میداری دوباره ضررها هر بی سرازیر نشن تو داخل جامعه. ما الان از کجا، من نمیدونم پس فردا اگر همه چی رو داره تقصیر احمدی نژاد میندازن که قول کم تقصیرم نیست، من نمیدونم فردای روز یکی مثل اون چرا بیرون نیاد. وقتی که یک نظام انتخاب و مدیریتی شفاف و دموکراتیک نیست این اتفاقا ممکنه بیفته. حکایت فساده، فسادم همینطوره. الان اگر نظر منو بخواید، اقدام هایی که قوه قضاییه الان داره میکنه نسبت به گذشتهش تفاوت جدی پیدا کرده، یعنی داره میره جستجو میکنه و دست به عمل میزنه، اما کامل نیست، پوشش همه جانبه نداره. اما همین کسانی که برای پیروزی آقای ظریف جشن میگیرن، همین کسا میگن که دستگیری پسر هاشمی رفسنجانی سیاسی بوده. ای آقا چطور شد میونه این همه تو این یکی رو میگی که غلطه؟ یعنی این یکی فقط واسط نبوده؟ این که نشد کار که. ببینید تا زمانی که اینطور فکر میکنیم، تا زمانی که اینطور میگوییم که هر کی که گرفتید از دولت احمدی نژاد درسته، ولی هر کی از آقای رفسنجانی گرفتید، آقای رفسنجانی زندگی، ثروتش، بچه‌هاش مورد بحث بوده دیگه، هر کی اینجوری گرفتی غلطه. اگه میخوان به یه قوه قضاییه مستقل برسن باید او رو از این جهت مثبت مورد حمایت قرار بدن، بگم برو جلو آقا، بقیه مفسدان رو هم بگی. این نهادینه بشه که مثلا بتونه جا بیفته و بتونه تبدیل به یک وحشت عمومی از کار فساد بشه. در اینجا هم همه اون طرفی ها که خودشون رو مترقی تر از دولت احمدی نژاد میدونن، در اینجا که میرسن استوب میکنن، متوقف میشن، نه این فقط این یکی آقازاده رفسنجانی رو شما بد کردید گرفتید، این سیاسی بود. خب همینطوره در مورد بقیه موارد، اگر که قرار باشه که سلیقه‌ای باشه، دموکراتیک نباشه، ما نمیدونیم این خسارتهایی که آمده، دولت بعدی هم یه راه دیگه ای نره، حالا چه تو اتمی چه تو غیر اتمی. خب سیاست های سبتازی رو چه کسی جرأت داشت دوره هاشمی رفسنجانی بگه اشتباهه؟ ما که میگفتیم که خسارت میخورد بهمون دیگه، میدونید چه شما، و میگفتن آقای اقتصاددان رو نگاه کن، میگه ببریم پول بازنشستگی رو بالا ببریم،
پول حقوق کارگرا رو بالا ببریم، شب نسازیم. این آقای اقتصاددان میگه بریم پول نفت رو بیاریم بخوریم ولی سرمایه گذاری نکنیم. ما گفتیم والا این سرمایه گذاری نیست، این ضد سرمایه است، این سرمایه برداریه. زد پدر محیط زیست رو در آورد، بعد دوباره دور بعدی همون کارا ادامه پیدا کرد. ما نگران اینیم که حالا اگر ضرر رو یه جلوشو بگیری منفعته خیلی خوب بشه که بتونی جلوشو بگیری، ولی وقتی جلوشو میگیری دور میزنه میره یه جای دیگه سر در میاد، نگران کننده میشه. آقای رضانه در پایان به خصوص به لحاظ فرصت ها و امکاناتی که ممکنه بتونه ایجاد بکنه برای جنبش های اجتماعی، فعالان اجتماعی تو این زمینه، اساسا شما امیدتون چیه؟ امیدوار هستید؟ ببینید اولا به نظر من اختلاف داخل جناح و قدرت بیشتر میشه، برای که همینایی که کار خودشون رو پیروزی تلقی میکنن میخوان بر بنیاد این پیروزی بایستن و بقیه سکوهای قدرت رو به دست بگیرن، ماشینشون رو جلو ببرن. اون کسانی که احساس میکنن که خب به هر حال فرصتی رو از دست دادن، متهم به این شدن که فقط اینا موجب بدبختی بودن و اون یکی نجات بخش بوده، خب اونم شروع میکنه فعالیت کردن، ببینید روی این خط قرمزها کار تبلیغی میکنن و نیروهای امنیتی و نظامی رو بتونن جوری نشون بدن که خب مسئله رو براشون حیثیتی بکنن. این از بحث داخلی. به نظر من اگر که دولت حسن روحانی توی این قضیه خیلی برنده بود، با سربلندی می اومد جلو میگفت من خیلی برندم، یا این که میگفتش که من همونطور که عرض کردم این امتیازها رو دادم، اومدم ازتون اجازه گرفتم، چاره ای هم نداشتم. بعد در اون صورت دیگه خیال راحت بود، اعتماد به نفس پیدا میکرد. ولی الان به نظر من این دولت نمیتونه اون اعتماد به نفس رو پیدا بکنه که بیاد آزادی های اجتماعی و سیاسی رو به طور گسترده‌ای به طور معناداری زیاد بکنه. ممکنه بعضی از جریان های خودی حالا یه قدرت مانوری داشته باشن، مثبت یا منفی نسبت به دولت، ولی امیدی به این که این جریان موجب گشایش خواسته های اجتماعی و سیاسی بشه، مثل تشکل ها، مثل آزادی اندیشه و بیان، اینها به نظر من وجود نداره. منظور من بیشتر خود این جنبش ها و فعالین این جنبش ها بود تا نگاهشون به بالا. اون به هر حال یک بهانه امنیتی که هر چیزی رو به خاطر وجود تحریم ها سرکوب بیشتر میکردن، این برداشته میشه. خواستم از این زاویه میخواستم ببینم چه تأثیری میتونه بذاریم. ببینید دوست عزیزم، اینطور نیست. آزموده این در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. عزیزان 36 سال بهانه هست، جنگ داریم بعد از انقلاب، حالا بازسازی داریم میکنیم، حالا سازندگی، حالا ما اصلاح طلبیم، حالا من دولت جدیدم اومدم، اصلاح طلب آمریکایی بودن، من دارم مبارزه میکنم، حالا مذاکره هسته‌ای داریم، حالا مذاکره هسته‌ای تموم شد. این بهانه همیشه بوده دیگه، اصلا نیازی به اینا نبوده. مبارزه نمیخوام مبارزشون رو بکنم برای آزادی برم. من هیچ امیدی به این برخی از این تشکل‌هایی که خودشون رو به عنوان تشکل‌های کارگری و اینا هم معرفی میکنن، تو بعضی از خارجی، دوستان خارجی ما هم شاید به علت نداشتن خط ارتباطی لازم یا به خاطر خیال پروری‌هایی که ناگزیر این همه مدت بهش دچار میشن، با همینا خوش میگذرونن و خیال میکنن که آره دارن رو عناصر یک جنبش کار میکنن. چنین نیست. و بعد هم این بهانه اگه الان پیدا شه، دوباره فردا یه بهانه دیگه پیدا میشه که چی؟ دولت الان فرگه حالا که ما پیروز شدیم تو هسته‌ای، آمریکا شماها رو تحریک کرده که از این کارا بکنید که پیروزی ما رو خونسا بکنه. اگه نکردن این کارو، عزیز من 20 سال پیش بودن اینجورا، من خودم یادمه یه جایی پاسخگو بودم، به من میگو من میدونم انگیزه تو چیه، معاون وزیر خارجه انگلیس رفته کویت و الان شماها بهانه پیدا کردید این کارا رو میکنید، دارید به اون چراغ سبز میدید. رو هم من خبر نداشت اصلا معاون وزیر خارجه کی هست و کی رفته کویت، اصلا چه ربطی به ما داشت. از این بهانه ها ما زیاد دیدیم. نه، اینا دلخوشی های به نظر من ناشی از قبول ساخت قدرت، نباید به اینها امید بست، و درست هم برعکس. یعنی فردای روز مطمئنم خود آقای روحانی از اولین چیزهایی که گفت این بود که به بهانه انتقاد نیایید امید ملت رو از بین ببرید.
من اجازه نمیدم شما این کارا رو بکنی. یعنی به کی داره میگه؟ به کسانی که میخوان انتقاد کنن. اون انتقادایی که خودی هاشون میکنن که اونا که خودی هم دیگه، بالاخره شما به اونا میکنید. ولی یه انتقاد مستقل رو اصلا داره میگه بر نمیتابم، نمیپذیرم. و شما دارید امید ملت رو ببینید یه جرم میسازن. امید ملت رو حالا میشیم یه عده میشیم ها، ماهایی که ماموران ناامید کردن امید ملت، وابسته به آمریکایی، وابسته به جناح مثلا جمهوری خواهای آمریکاییم یا به نتانیاهوییم. حالا اصلا کسی نمیاد بگید که موقعی که بعضی از شما دنیا نیومده بودید ما مبارزه ضد آمریکایی ضد اسرائیلی داشتیم. ولی تو این جهبان نیستن دیگه. بعد هم اصلاح طلبای دولتی و این شماری از این سبزای خانه نشین شده اینا رو هم هی توش میدمن برای که الان اینا شادن فکر کنن راه به سمت آمریکا باز شد و امیدشون اینه دیگه. امید ملت یعنی از اون راه میخواد گشایش حاصل بشه. من چه کار بکنم که باور ندارم؟ من چه کار بکنم که نمیپذیرم آمریکا راه گشایش زندگی رو تو این جامعه به ما میده؟ من چه کار بکنم که باور ندارم که این دولت میتونه از این دستاورد به نفع توسعه سیاسی و اجتماعی استفاده بکنه و درست برعکس؟ به هر جهت یه مقداری صبر بکنیم، پیشبینیامون به محک تجربه میخوره. بینندگان گرامی، تعمقی بود در جوانبی از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی. در دو گفتگو، ابتدا آرش کمانگر با دکتر محمد قراگزلو، استاد سابق دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، و همچنین سعید افشار با دکتر فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس مسائل اقتصادی و صاحب نظر سیاسی در ایران. کامل این گفتگوها را می توانید در سایت تلویزیون برابری www.barabari.tv ببینید. همینجا برنامه این یک شنبه نیز به پایان می رسد. از توجه شما صمیمانه سپاسگزارم. این برنامه روز دوشنبه از تلویزیون دیدگاه و ساتلیت یاسات بازپخش می گردد و برنامه آینده تلویزیون برابری روز پنجشنبه آینده خواهد بود. تا برنامه دیگر، شاد و پیروز باشید.